وقتی از فرم در طراحی حرف میزنیم، منظورمون فقط حجم نیستن، ساختارن. بیشتر طراحا استوانها رو فقط به شکل احجام ساده میبینن، ولی واقعیت اینه که همین فرم ساده نقطه شروع درک فضا و حرکت احجام. در اینجا سراغ گرید بندی و دیاگرام های استوانه ها میریم، تمرینی که بهت کمک میکنه فرم رو در فضا کنترل کنی، انحناها رو دقیق‌تر بسازی و زاویه هر برش رو بتونی درک بکنی. خب تو این قسمت به دو تا مبحث میپردازیم، یکیش ساختار دیاگرام ها هستش و دیگری گرید بندی های شکلا. من اگه شکل استوانه ای رو بتونم به شکل های دیگه هم تغییر بدم، مثلا اگه استوانم حالت لاغرتری داشته باشه یا چاختر داشته باشه، مثلا این شکل رو میتونم به این صورت در نظر بگیرم، پوسته این استوانه رو میتونم با گرید بندی ها بهش تنوع بدم. مثلا اگه استوانه ثابت باشه که من میتونم گرید بندی ها رو مطابق استوانه همش عمودی بکشم، اما اگه این فرم تغییر بکنه، محدبی یا مقعری بشه، میتونم از قسمت وسط تا قسمت انتهایی لبه ها به مرور این گرید ها رو در نظر داشته باشم. برای این قسمت هم همینطور. یعنی شما یاد بگیرین که این فرم به مرور کرف شده و دچار انحنا شده. خب حالا هر شکلی که روی این قرار میگیره طبق این گریت ها شکلش میتونه عوض بشه. مثلا شما اگه یک فرم مربعی داشته باشین که روی او استوانه خمیده قرار بگیره، قطعا میشه اینطوری کار کرد. یعنی اون فرم مربعی، اون شکل مربعی در این ناحیه قرار میگیره. حالا این کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که اگه دسته کوزه ها یا هر شکلی روی این قرار بگیره، طبق اتصالی که ایجاد میشه، این فرم اتصالش رو اینجا میتونیم پیدا بکنیم که چه شکلیه، تا بتونیم اون فرم رو در راستای حتی تقارنش هم بتونیم بکشیم. مثلا میتونه حتی شکلا مثلثی باشه یا دایره‌ای باشه یا مثلا فرم های زوزنقه باشه. هر فرمی میتونه اینجوری روی فرممون قرار بگیره، یا مثلا پایه های شکل های مختلف داشته باشه، مثل اینا. بازم طبق این گرید ها اتفاق میفته. حالا اینا رو میتونیم توی فرمای اینطوری، حالا اگه بازم من اینو به صورت منحنی در نظر بگیرم، بازم میتونم شکل رو بدون گرید در نظر داشته باشم که چه اتفاقی برای اون قالب اتفاق میفته. یعنی خیلی وقتا دیگه ما اونا رو نمیکشیم، سعی میکنیم که اون شکل رو به صورت ذهنی انجام بدیم. یعنی پیدا بکنیم که این فرم چه اتفاقی تو اینجا براش افتاده. مثلا یک لیبل اینجا خورده یا یک نوشته روی این قرار گرفته، هر چیزی. پس کاربردش اینه که شکل رو میتونیم روی اینا قرار بدیم و توی جای درست قرار بگیره. اگه اینا رو بخوایم مثلا حتی برش بزنیم، مثلا یه قسمتیش رو میتونیم مثلا به سمت داخل یا به سمت بیرون هم هدایت بکنیم، یا مثلا اینجا رو میتونم من یک برش بزنم. بازم طبق گریت ها اتفاق میفته. من فقط به لبه استوانه یه حجم اضافه کردم. یعنی هر فرمی که حذف و اضافه میشه طبق گریت ها، حتی اینم میتونم یه فرم حجمی بهش اضافه کنم.
از حالت دو بعدی به حالت سه بعدی بکشونم. این خیلی کمک میکنه روی حس و اضافه کردن. پس با توجه به شکل اصلا من الان میتونم این رو با این با این در نظر بگیرم، یا مثلا این رو با این، انحناق کم میشه، دوباره اینجا هم فلت‌تر میشه، اینجا شدتش بیشتر میشه، بیشتره، ولی هنوز به این قسمت نرسیده و بازم این اتفاق میفته. حالا توی دیاگرام ها ما به سمت شکلهای داخلی هم میریم، یعنی همون چیزی که توی ویدیوهای قبلی در مورد استوانه ها و بیزی ها گفتیم که محورها رو هم میتونیم در نظر داشته باشیم. مثلا من میتونم محور روبروم مطابق این در نظر داشته باشم. پس دیاگرام های داخلش رو من بررسی میکنم، یعنی برشی که انجام میده میتونه طبق شکل روبرو برای فرم پشتی هم اتفاق بیفته. و این گفتیم توی این ویدیو که اگه اینا تو پرسپکتیو قرار بگیره پس شکلا درسته، یعنی همون مپس بیزی ها. حتما اگه اون ویدیو رو ندیدین ابتدا اون ویدیو رو نگاه بکنید تا متوجه بشین که این ساختار استوانه‌ای به چه شکلی قرار میگیره. من الان میتونم از قسمت داخل بازم اینم در نظر بگیرم. این یه دید حجمی به شما میده که شما از داخل هم بتونید شکل رو بکشید. یعنی من اگه یه برش الان اینجا انجام بدم و این استوانه و حجم استوانه‌ای رو قیچی کنم قطعا همچین شکلی دارم. می‌بینید که حتی میتونم ضخامتشم بازم در نظر داشته باشم که حجم اون شکل رو تونسته باشم درک بکنم و لبه اونورم همینطور. پس الان این شکل هم یه شکل برش خورده است. حالا به نسبت به هر کدوم از این خطها میتونم مثلا یک برش از اینجا به شکل وارد بکنم، مثلا اینجا برش بزنم. یا مثلا میتونم یک برش اینجا قرار بدم که میتونه اتفاقای مختلفی برای شکلم توی اینجا اتفاق بیفته که چه شکلی رو بهش اضافه بکنم یا چه شکلی رو ازش کم بکنم و کاملا مطابق با این دیاگرام ها میتونم این کار رو انجام بدم، چه به نسبت تقارنش چه به نسبت شکلی که توی ظاهر فرم روبروی شما قرار میگیره. من میتونم بی نهایت گرید بندی و دیاگرام روی اینا قرار بدم. این جورایی تمرین برای درک حجم داخلیه و اتصالاتی که برای شکلتون میتونه به وجود بیاد. به اصطلاح یه جور اون توپولوژی اون شکلتون رو بهتون نشون میده. حالا من روی این شکل حالا میخوام یک مثلا دسته کوزه اضافه بکنم که بخوام طبق اتصالی که انجام دادم توی جای خودش قرار بگیره و اون دسته که از اینجا مثلا شروع میشه توی قسمت انتهایی در کجا قرار میگیره. مثلا اینجا اگه من بخوام یک دسته کوزه توی این ناحیه بکشم
طبق گریدش میتونم بگم که ابتدا و انتهای دسته دقیقاً روی این محور قرار میگیره. یعنی یک دسته اینجاست اتصالش و انتهاش مثلا میتونه اینجا باشه. حالا حجمش رو میتونم بزنم. زخامتش هم همینطور. پس نقطه‌ای که شروع میشه با نقطه‌ای که تموم میشه کاملا شما میتونید در نظر داشته باشین طبق گرید ها این اتفاق براش میفته. حالا اگه بخوام توی زاویه روبرو اینو قرار بدم میتونم از داخلم بکشم، یعنی این نقطه رو به سمت داخل میبرم و بازم توی زاویه پشت سعی میکنم که طبق استوانه و قاعده های بیزی اینو در نظر داشته باشم. حجمش رو بازم در نظر میگیرم، میدونم که اینا هم براشون دیاگرام اتفاق میفته. حالا این هم توی زاویه خودش بازم میتونه اتصالش رو به وجود بیاره. ببینید اون تقارنه دیگه شکل میگیره، انگار که واقعا این دسته تو نمای روبروش درست شکل گرفته. حالا برای هر نقش و نقوشی بازم میتونید شما این کار رو انجام بدید. مثلا اگه شما یک فرم این شکلی داشته باشین، اینها توی قوس استوانه یا کره میتونه اینجاها اتفاق بیفته. حالا این شکل میتونه پیچیده تر هم باشه. مثلا میتونه به صورت شیپی باشه. و میبینید که خیلی راحت میشه تخمین زد که اون شکلها دقیقاً کجا قرار میگیره. هر نقوش، هر فرم، هر چیزی که روی اون وسیله اتفاق افتاده باشه، چه برآمدگی، چه برجستگی، چه فرورفتگی، بازم طبق اون قانون ها عمل میکنن. ببینید که نقوش رو میتونم اینجوری روی کارم پیاده کنم. پس هم اتصالات، هم حذف و اضافه، هم میتونم شکلهای داخلی رو برم و هم اینکه یک توپولوژی خوبی داشته باشه، هم برش بزنم و هم اینکه شکلهای رو بهش اضافه کنم و توی تقارنم انجامشون بدم. حتی میتونم اینا رو بدون گرید بندی هم بکشم. مثلا من یک فرمی دارم که به صورت یک شکل دوناتیه. حالا من دیگه هیچ ساختاری رو نمیکشم اینجا. و سعی میکنم که کاملا تجسم یافته این کار رو انجام بدم. پس دیگه بخشی از اون چیزی که من میکشم در اصل توی ذهنم اتفاق افتاده.
این همون برش هاییه که من طبق دیاگرام ها انجام دادم و شکل هم میتونم کاملا توپولوژیش رو بر اساس گرید بندی و دیاگرام ها به صورت خیلی درستی بکشم که بعدم توی هاچینگ زدن، توی هاشورها و توی نورپردازی هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. این شکل کاملا به صورت 3D و به صورت یک شکل حجمی کاملا خودشون نشون میده. یا مثلا برای فرمایی که خودشون ساختارای گرید بندی و دیاگرامی داره، مثلا یک گل یا یک میوه‌ای که شما مثلا اونو نصف کردین یا تیکش کردین، مثلا من یک فرم یه تکه از سیب رو میخوام کار بکنم، تو زاویه مثلا نیم رخش، یعنی یه قسمت از این کره هستش. حالا میتونم اینو به سمت جلو هم بکشم. یه برش دیگه میزنم، یعنی یک بار از اینجا برش زدم، یک بار از اینجا برش زدم و اینا رو هم میتونم توی فرم هایی که خودشون ساختارهای فرو رفتگی، برآمدگی و تنوع شکلی هم دارن انجام بدن، مثلا یک گل یا یک برگ یا شکلی که از یک قانون تقسیم بندی تبعیت می کنن. اینا برای چیزایی که شما نیاز دارین که چند بار بکشین و گاهی وقتای طراحی دارین که شما لازمه که اون فرمی که کشیدین رو بتونید دوباره تکرار بکنید و یه چیز دیگه ای نشه، توی زاویه‌های مختلف بهش نیاز داریم و خیلی کمک میکنه، چه با درک حجم ها و چه با دیاگرام ها و گرید بندی ها. ببینید که به سادگی اون فرو رفتگی رو من تونستم با گرید بندی ها یه شکل منسجمی بهشون بده. وقتی بتونی استوانه ها رو در زاویه های مختلف تحلیل و برش بزنی، در واقع داری ساختارهای طراحیت رو مهندسی میکنی. در ویدیو بعد وارد مرحله مکانیک حرکت در دیاگرام های ساختاری میشی، جایی که یاد میگیریم فرم ها چطور در جهت های مختلف چرخش پیدا میکنن. برای ادامه این مسیر ویدیوهای بعدی رو دنبال کن تا ساختار طراحی رو به صورت مرحله به مرحله کامل تر یاد بگیرید.